هستم. به دنبال کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، ارتش اسرائیل اعلام کرد شیخ قاووق فرمانده یگان امنیتی ضد جاسوسی و ضد اطلاعات در شورای رهبری حزب الله و یکی از چهره‌های بالقوه برای جانشینی حسن نصرالله را از میان برداشته است. در همین حال برخی از رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که شورای عالی حزب الله هاشم صفی‌الدین را به عنوان دبیر کل حزب الله ساعتی پیش انتخاب کرده است. در همین حال پنتاگون روز یکشنبه 8 مهر ماه با انتشار بیانیه اعلام کرده که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با توجه به شرایط بحرانی خاورمیانه نیروهای بیشتری را در حال آماده باش برای اعزام قرار داده. پنتاگون در بیانیه خود آورده که لوید آستین با تاکید بر عزم آمریکا برای جلوگیری از سوء استفاده جمهوری اسلامی و شرکا و نیروهای نیابتی آن از بحران موجود برای گسترش یا تشدید درگیری‌ها هشدار داده که ایالات متحده در صورت وقوع هر گونه حمله احتمالی به پرسنل یا منافع خود در منطقه تمام اقدامات لازم را برای دفاع از مردم خود انجام خواهد داد. همزمان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرده که اسرائیل نمیتواند با جنگ تمام عیار علیه حزب الله لبنان یا حکومت ایران امکان بازگشت امن ساکنان شمال اسرائیل به خانه هایشان را فراهم کند. پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفر خود به نیویورک گفته بود که اسرائیل با کشتن حسن نصرالله روی آرامش را نخواهد دید. در همین حال محمد جواد ظریف مشاور راهبردی مسعود پزشکیان هم گفته جمهوری اسلامی در سطح رهبری برای پاسخ به اسرائیل تصمیم میگیرد. همزمان با این تحولات و به دنبال حملات هوایی اسرائیل به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بندر حدیده یمن که 1800 کیلومتر با اسرائیل فاصله دارد، وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که برای ما هیچ کجا خیلی دور نیست. آقای گالانت بعد مسافت را مانعی برای دسترسی اسرائیل به مهاجمان به این کشور ندانسته و در شبکه اجتماعی اکس نوشته که پیام خیلی واضح است، برای ما هیچ کجا خیلی دور نیست. در همین حال نگرانی از گسترش احتمالی دامن جنگ به خاورمیانه در حالی ادامه دارد که ارتش لبنان در پی کشته شدن حسن نصرالله از مردم آن کشور خواسته که ضمن پایبندی به اتحاد و انسجام ملی از فعالیت‌هایی که می‌تواند در این مقطع حساس و خطرناک به صلح و آرامش مدنی در لبنان لطمه بزند خودداری کنند. در این برنامه در گفتگو با کارشناسان میهمان پیامدهای داخلی و بین‌المللی کشته شدن کادر رهبری حزب الله لبنان رو بررسی می‌کنیم. خوش آمد می‌گم به آقایان صادق زیبا کلام استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهروز یوسیان افسر پیشین ارتش اسرائیل و پژوهشگر در مرکز امنیت و دفاع اسرائیل از تل آویو، و علم صالح استادیار مطالعات بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از لیدز انگلیس، و موسی شریفی خبرنگار شبکه العربیه و تحلیلگر امور جهان عرب از ریاض عربستان سعودی با ما هستن. آقای زیبا کلام خیلی خوش آمدید. میخوام در ابتدا بپرسم کشته شدن کادر رهبری حزب الله لبنان در ایران چه موافقان و مخالفانی داره و چرا مقام های جمهوری اسلامی از جمله رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به هر بهانه‌ای قصد دارن پای آمریکا رو برای این در این رابطه وسط بکشن؟ این کالای آمریکا و اسرائیل ستیزی چه خریداری داره در داخل ایران؟ اجازه فرمایید که من ابتداعا تسلیت بگم شهادت آقای مرحوم سید حسن نصرالله رو به شیعیان لبنان. به هر حال برای خیلی از شیعیان لبنان ایشون یک فرد محبوبی بود. این نکته اول. نکته دوم این که چرا پای آمریکا رو مسئولین جمهوری اسلامی ایران به وسط میکشند، به واسطه این هستش که دیگه ما هممون میدونیم که اگر حمایت‌های آمریکایی‌ها نباشه شاید اسرائیلی‌ها به این راحتی نتونن خیلی از اهدافشون رو تحقق ببخشن. اینم نکته دوم. گفته می شود که، حالا من که آدم نظامی نیستم، ولی گفته می شود که بمب هایی که اسرائیلی ها استفاده کردند برای کوبیدن
ساختمان هایی که رهبران حزب الله درش بودن نمیدونم گفته میشه که یک تن دو تن وزنشونه و خب اینا رو کی ساخته؟ آمریکایی‌ها ساختن و در اختیار اسرائیلی‌ها قرار دادن. آیا میدونستن که اسرائیلی‌ها میخوان ازش چنین استفاده هایی بکنن؟ قطعا میدونستن. بنابراین خیلی هم اون چه که مسئولین جمهوری اسلامی میگن خیلی هم بیرا نیستش که پای آمریکا رو به میان میکشن. خب حالا بیان این موضع از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برگیرنده منافع ملی ایرانیان هست؟ حالا اگر وزیر دفاع جمهوری اسلامی این سخنان رو بیان بکنه شاید اونقدر واکنش برانگیز نباشه، اما چطور میشه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی این گونه بخواد هشدار بده؟ خب ببینید، به هر حال مسئله خاورمیانه بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش و مسئولیتش با وزارت خارجه هستش. یعنی 5 سال پیش هم اینجوری بود، 10 سال پیش هم اینجوری بود، 20 سال پیش هم اینجوری بود که اساساً در خصوص اون چی که مربوط به تحولات و رویدادهای کشورهای خارجی هستش وزارت خارجه هستش که اظهار نظر میکنه و وزارت دفاع نیستش. خب حالا در همین شرایط آقای زیبا کلام اسخای میکنم صحبتاتون قطع میکنم، اما رئیس دولت آقای پزشکیان همین چند روز پیش بود در سفر به نیویورک، به قولی اون به دنبال سیاست برادری با آمریکا حرفایی زد که حتی با تکذیبی هم درست نشد. به هر حال شما به روی کار آمدن آقای پزشکیان رأی دادید و یکی از طرفداران اون بودید. چطور میشه این تناقض رو چطور کجا باید پیدا کرد؟ ببینید یه نکته رو شما درست دارید میگید. در ایران واقعیت این هستش که کسانی هستن حالا در سپاه، در مجلس، در بدنی دولت، در حالا جاهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران که خواهان سیاست‌های رادیکال، انقلابی و برخوردهای جسورانه‌تر حتی با اسرائیل هستند. در مقابل کسانی هستند که واقع‌بین‌تر هستند، معتدل‌تر هستند، میانه‌روتر هستند و معتقدند اینکه ما آشکارا بریم به مصاف اسرائیل، بریم به پیکار با اسرائیل، عاقبت خوشی برای کشور نداره. آقای پزشکیان من معتقدم که به جریان دوم تعلق داره، یعنی به کسانی که یه مقداری واقع بینتر هستن، کسانی که یه مقداری با سعی صبر به مسائل نگاه میکنن، آینده نگرتر هستن. اما خب در مقابل اینها کسانی هستن مثل رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان، آقای دکتر سعید جلیلی، که معتقدن که نه، ما یه رسالت دینی داریم، یه رسالت تاریخی داریم که در برابر اسرائیل بایستیم، در برابر آمریکا بایستیم و یعنی هر دو رویکرد هر دو طیف سیاسی در ایران وجود داره. خب آقای علمزاده، شما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به کشته شدن کادر رهبری حزب الله، خصوصا آنچه عباس عراقچی گفته که حالا در وضعیت هشداریم و هر احتمالی وجود داره، واقعا بیان این قبیل سخنان آیا در جهت تأمین منافع ایرانیانه؟ آیا شما تفکیک قائل هستید؟
ایران بیش از دو دهه است که سیاست خارجی و به خصوص سیاست منطقه‌ای خودش رو ترکیبی از دیپلماسی و نظامیگری تعریف کرده، به خاطر وجود منازعات بسیار هنگفت و طولانی و عمیقی که در افغانستان، در عراق، در سوریه و به خصوص در بین اسرائیل و فلسطین همیشه بوده در این دو دهه. به همین خاطره که امر عجیبی نیست که سیاست خارجی ایران نیز گاه گداری گریزی به مسائل امنیتی و نظامی هم بزنه. اما مسئله اینجاست که سیاست خارجی ایران به خصوص در منطقه رو ضرورتاً وزارت خارجه نمیگیره. یک دولت عمیق هست، شورای عالی امنیت ملی هست که اونها تصمیم گیری ها رو انجام میدن و به اصطلاح تا حدود زیادی اجرا کننده آن فقط وزارت خارجه است. و سیاست دفاعی یا سیاست امنیتی ایران در منطقه کاملاً واضحه. ایجاد یک حلقه آتش اطراف اسرائیل تا بتونن اسرائیل رو وارد جنگ‌های فرسایشی و طولانی بکنن، تا در نهایت در طولانی مدت از قدرت اسرائیل کاسته بشه و به تحلیل بره این قدرت. مطمئنن تا این لحظه فکر می‌کنید که قدرت چه کسی جنگ‌های طولانی رو نداره؟ الان تا این لحظه ارزیابی خود شما چه هست؟ چه اسرائیل آیا دچار تحلیل شده نیروهاش و یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در این چند روزی که ما شاهدش بودیم؟ ارزیابی شما. در 11 ماه گذشته به ایران حتی یک فشنگ هم پرتاب نشده. اسرائیل بوده که 11 ماه داره در آتش خود میسوزه و مطمئنن این اسرائیله که داره بهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه اون در سطح بین المللی کشتارهایی که در انجام شده رو داره میده. ایران هیچ هزینه‌ای تا حدود زیادی میشه گفت نداده تا به حال. مطمئناً ضرباتی که به متحدین ایران وارد شده، به خصوص حزب الله، مطمئناً ضربات به اصطلاح حائز اهمیت هست. اما این ضربات، ضربات تکنیکی است و به طور استراتژیک امنیت اسرائیل منجر نخواهد شد. در کوتاه مدت سپاه که به شدت در 40 سال اخیر با حزب الله در هم تنیده هستند و ساختارهای فرماندهیشون تا حدود زیادی نه فقط اینکه با هم آشنا هستند، بلکه با به اصطلاح با فرماندهی سپاه شکل گرفته، مطمئنن میتونن خلأهایی رو که انجام شده یا اتفاق افتاده در 4 روز اخیر رو پر کنن. ما فراموش نکنیم که هر گونه تروری که اسرائیل انجام داده، چه برای حزب الله آقای عباس موسوی، چه فتحی شقاقی در جهاد اسلامی و چه شیخ احمد یاسین در حماس، همیشه منجر به تندرو شدن و حتی گاهن قوی‌تر شدن این گروه‌ها شده که بتونن در آینده ضربات بیشتر امنیتی برای اسرائیل وارد کنن و یا براشون خطر باشه. گفتید که هیچ فشنگی به سوی ایران اسرائیل به قولی شلیک نکرده، اما دود شدن تسلیحات حزب الله که گفته میشه با پول و سرمایه ایرانیان در لبنان الان شاهدش هستیم، ارزیابیتون راجع به این موضوع چه هست؟ راجع به دود شدن نیروی حزب الله و تسهیلاتش که با پول ایران خریداری شده. ببینید، مطمئناً حزب الله به طور ساختاری ضربه‌ای بهش وارد نشده. در فرماندهی مطمئناً کسانی حذف شدن که میتونه حائز اهمیت باشه و ضرورتاً به نفع اسرائیل نیست. آقای نصرالله یک استراتژیست پخته سیاسی بود که برای رفتارهای سیاسیش حساب کتاب میکرد. ما نمیدونیم که شخص بعدی و یا اشخاص بعدی که جایگزین میشن تا چه حد تندرو باشن و تا چه حد بخوان انتقام بگیرن، و ما مطمئناً نمیدونیم که ایران در آینده چه تسلیحات پیشرفته تری رو در اختیار حزب الله قرار میده تا بتونه این ضربه‌ای که به حزب الله وارد شده رو جایگزین کنه. ما نمیدونیم تا به حال واقعا به طور ساختاری تسلیحات حزب الله تا چه حد مورد آسیب قرار گرفته. ما میدونیم فقط که از 8 اکتبر تا به حال هزاران هزار راکت و موشک به طرف اسرائیل پرت شده. اسرائیل نمیتونه
در دراز مدت با صدای آژیرها به خواب، نمیتونه پروازهاش به طور مرتب قطع بشن در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو. اسرائیل نمیتونه در دراز مدت صنعت توریستی و سیاحتی. ممنونم، صحبت شما رو شنیدم آقای صالح. آقای یوسیان الان از اسرائیل با ما هستن. آقای یوسیان شما بگید که کشته شدن کادر رهبری حزب الله چه تأثیری بر توان عملیاتی این گروه داره، با توجه به اینکه آقای صالح گفتن که تأثیر خاصی نداشته. ضمن اینکه همین امروز شما بگید که شاهد چه تعداد حمله از سوی لبنان به سوی اسرائیل بودید، اون آژیرهای خطر چند بار به صدا در آمده به نسبت روزهای قبل؟ سلام عرض ادب. دو بخش داره این قسمت. یکی اینکه اسرائیل تمام سردمداران حزب الله، اون 20 نفر درجه اولو که حذف کرده، باعث شده که اون افسران زیر دست الان رابطه با بالسریا نداشته باشن، به خاطر اینکه اون سلسله مراتب ارتشی قطع شده. یعنی اینکه شما فکرشو بکنین، آیا هر افسری مثلا در ایران یا در اسرائیل میدونه انبار مهمات کجای خیر، یا میدونه مختصات هر هدفی کجای خیر، یا میدونه چه کسی در چه زمانی چه منطقه یا باید به شلیک کنه خیر؟ به خاطر همه الان حزب الله هم در همین موقعیت قرار داره. اون 25 نفره اولی که الان حذف فیزیکی شدن، باعث شده که درجه دارهای زیر ربط ندونن که باید چیکار کنن. یه خلأ نظامی به وجود اومده. حالا این خلأ نظامی یک موضوع تاکتیکیه که دقیقاً به سوال شما ربط داره. الان همین امروزی که من الان دارم با شما حرف میزنم، تعداد آژیرای خطری که در اسرائیل بوده خیلی کمتر بوده. در قبال حمله نظامی اسرائیل به اهداف حزب الله در جنوب لبنان، این نشونه فرسایش پیدا کردنه. حالا اون سلسله مراتب درجه در حزب الله داره. حالا مهم اینه که اسرائیل در دراز مدت اینا چه استفاده استراتژیک ازش ببره. اگر که اجازه بده این خلأ پر بشه، اگر که اجازه بده رژیم جمهوری اسلامی یا حزب الله سردمداران نظامی دیگری را در اسرع وقت به جای اون 25 نفر اول بیارن، خب این هدفی حاصل نمی‌کنه. اما اگر که در ماه آینده به حذف‌های فیزیکی به همین شدت ادامه بده، خب این باعث میشه که اصلا سلسله مراتب ارتشی حزب الله از بین بره. خب آیه شریفی، شما واکنش کشورهای عرب به کشته شدن سران حزب الله رو تا الان چطور دیدید؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی امیدوار کشورهای اتحادیه عرب رو در شرایط فعلی چه بسا بتونه با خودش همراه کنه، ولی این اتفاق تا الان نیفتاده، چرا؟ بله ببینید، نگرش جهان عرب و نظام رسمی دنیای عرب با جمهوری اسلامی به کلی متفاوت است. میدونید که کشورهای عربی خودشون اصلا با رویکرد حزب الله و اخوان المسلمین به عنوان اسلام سیاسی در منطقه مخالفن، به شدت مخالفن. حزب الله در خیلی از این کشورها به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده رسما، همینطور اخوان المسلمین که حماس شاخه نظامی اونهاست. این رویکرد رسمی جهان عربه. بعد کشورهای عربی به حزب الله به عنوان اینکه یک تشکیلاتی که در چارچوب اجنده ایران یعنی جمهوری اسلامی عمل میکنه و عمل کردش در سوریه بسیار بسیار براشون غیر مناسب و ناراضی بود برای خیلی از حتی مسلمانای به اصطلاح خارج از به اصطلاح دیدگاه رسمی جهان عرب مورد رضایت نبود و خیلی بهش اعتراض کردن. حزب الله دو مرحله از حیات سیاسی خودش را داشته. مرحله اول که فقط به عنوان یک مقاومت با اسرائیل بود در جنوب لبنان، اون موقع یک چهره ای داشت و بعد که اجندش را در کشورهای عربی به اصطلاح گسترده کرد، در عراق حزب الله ایجاد کرد، در یمن بسیار فعال بود، کارشناسان حزب الله حوثی ها را آموزش میدادند. حوثی ها میدونید که در جنگی که در یمن هست بیشتر موشک هاشون هدف پادشاهی سعودی میشد و حتی امارات زدن. بنابراین نظام رسمی جهان عرب
به اصطلاح از حزب الله خوشش نمیاد و دوست نداره حتی حزب الله یک تشکیلاتی قوی باشه که بتونه تصمیم دولت مدنی لبنان را مصادره کنه، دولت لبنان را اشغال کنه. میدونید که الان دوبار در لبنان مسئله انتخاب رئیس جمهور با مسئله مخالفت حزب الله باعث شده که کشور بدون رئیس جمهور بمونه. اینا مسائلی هست که مطرح میشن. من اینا رو در روزنامه ها، در مقاله های روشنفکران عرب، مثلا مقاله های عبدالرحمن راشد، حتی یکی از روشنفکران لبنان مصطفی فحص یا اون هدا الحسینی در مقاله هاشون چند روز پیش گفتن که عقل و حکمت این نبود که حزب الله کشور را به این وضعیت بکشونه. لبنان تابان یک جنگ را نداشت و حتی اسرائیلی ها، ایالات متحده، کشورهای غربی بارها پیشنهاد کرده بودند که فقط لبنان پایبند باشه به اون توافقی که بین اسرائیل و لبنان در سال 2006 و قرار گرفتن نیروهای یونیفل به اونجا پایبند باشه و وارد معرکه نکنه، ولی تصمیم جنگ و صلح را حزب الله از دولت لبنان گرفت و خودش مصادره کرد این تصمیم را. بنابراین در جهان عرب از نظر نظام رسمی، چه در مصر، چه در اردن، چه در عربستان سعودی، چه در امارات، چه در بحرین، حتی در داخل عراق، یعنی بجز اون تشکیلاتی که با ایران هماهنگی میکنن و در هماهنگی کامل با ایران هستن، خیلی از عراقی ها هم ناراضی بودن از این رویکرد حزب الله، خصوصا در جنگ کنونی که هیچ نوع توازنی بین قدرت اسرائیل و قدرت این تشکیلات های اسلامی، حالا حزب الله یا حماس، وجود نداره. بنابراین این رویکرد رسمیه. در رویکرد عمومی جامعه عرب، من روزای اول که جنگ اکتبر شروع شد رفتم مثلا اینجا خطبای جمعه اینجا توی عربستان سعودی، اکثرشون انتقاد میکردن که ما حتی در صدر اسلام زمانی که پیغمبر میخواست با کسی به جنگ، اول یک ارزیابی از قدرت خودش میکرد و نمونه میآوردن که در جنگ با روم و غیره. گفتن حزب الله این حق را نداره که حزب الله یا حماس بدون اینکه ارزیابی بکنن نتایج دست به چنین کاری بزنن، و این کشورها دولتهایی داره، فلسطینی ها یک دولت مشروع دارن، تشکیلات خودگردان دارن، و انتقاد میکردن که این تشکیلات ها باعث شده که دولتهایی در داخل دولتهای عرب وجود بیاد و سرنوشت کشورها را با یک دوگانگی تصمیم گیری روبرو کنن. و نمونه میارم برای به اصطلاح یمن که حوثی ها مثلا الان صنعا را دست دارن، حکومت شرعی یمن مثلا در عدن هست، در لبنان همینطور، یعنی اون تصمیم دولت مصادره شده و این تشکیلات ها که با ایران همکاری میکنن و یک رابطه ایدئولوژیکی تنگاتنگ با ایران دارن، اینا چهار کشور عربی را تقریبا از اون وضعیت یک کشور که جامعه به اصطلاح مؤسساتی باشه، نهاد باشه، دولت باشه، تصمیم بگیره، ارتش باشه، اینا رو از این وضعیت خارج کردن و این وضعیت کلن برای عرب ها غیر قابل قبوله و باش مخالفن. اما جامعه، میدونی در جامعه طیف های مختلفی هست، بعضی ها هم با این افراد مثلا همدردی کردن، ولی در سطح خیلی کم. خب آقای زیبا کلام، با توجه به صحبت‌های آقای شریفی و آنچه آقای علم صالح گفتن که جمهوری اسلامی دیپلماسی و نظامیگری رو با هم ادغام کرده، به نظر شما این سیاست خارجی پرهزینه جمهوری اسلامی چطور در راستای تأمین منافع ملی ایرانیان هست و اینکه چطور میشه که در چنین شرایطی جمهوری اسلامی بخواد تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو در سبد حزب الله، بزرگترین نیروی نیابتی خودش، بذاره؟ کشورهای عرب منطقه همونطور که آقای شریفی گفتن همراه نیستن، و اما جمهوری اسلامی امیدواری‌هایی داره که تا الان محقق نشده. چرا؟ ببینید، اولا در پاسخ به آقای شریفی من مجبورم به این نکته اشاره بکنم که
متاسفانه به دلیل فقدان دموکراسی یا کمرنگ بودن دموکراسی در کشورهای عربی، ما باید جناب شریفی یک خطی رو بین مردم جوانان تحصیل کرده ها در کشورهای عربی و رژیم هاشون بکشیم. یعنی اگر به فرض در مصر یه نظرسنجی صورت بگیره، واقعا آقای شریفی چند درصد از مردم مصر به خصوص اقشار و لایه‌های جوان و تحصیل کرده حمایت میکنن از سیاست‌های به دولتشون در مورد در رابطه با فلسطین، ایزن در عربستان، ایزن در اردن و سایر کشورهای عربی؟ مقصودم این نیست جناب شریفی، من به هیچ وجه مقصودم این نیستش که در ایران به دموکراسی کامل حکم فرما هستش و اون دوگانگی که در کشورهای عربی بین نظامشون و مردمشون وجود داره در ایران اینجوری نیسته. چرا در ایران هم ما همین یعنی مشکل داریم؟ یعنی همون این توضیح رو بدید لطفاً که این دوگانگی با حکومت ایران و مردم چگونه است؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید مستقل از این که مناقشه فلسطینی ها و اسرائیلی ها چه میزان نمایندگی حق و باطل رو داره میکنه و اینکه آیا اسرائیلی ها در سرکوب فلسطینی ها چه میزان موازین انسانی رو رعایت میکنن، فلسطینی ها چقدر حق دارن و چجوری زمینشون اشغال شده توسط اسرائیلی ها. ببین اینا همه مسائلی هستش که قابل بحثه، اما همون انتقادی که من در رابطه با کشورهای عربی وارد کنم، همون در مورد جمهوری اسلامی ایران هم تا حدودی مصداق داره، صدق داره. یعنی به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران نمیده از مردم بپرسه که ای مردم ایران، آیا شما با سیاست‌های ما در خاورمیانه موافق هستید یا نه؟ آیا از این که ما از حزب الله حمایت بکنیم، ای مردم ایران، آیا شما موافق هستید یا نه؟ از این که از حماس پشتیبانی بکنیم شما موافق هستید یا نه؟ از این که از حوثی‌های یمن حمایت بکنیم شما موافق هستید یا نه؟ یعنی منهای اسرائیل و تا حدودی هم ترکیه، اون نظری که باید مردم داشته باشن در تعیین تکلیف کردن متاسفانه وجود نداره. حالا ممکنه در ایران مثلا بگیم که 20% 30% از سیاست‌های خاورمیانه‌ای نظام حمایت میکنن، 70% 80% 60% نمیکنن، یا مثلا در مصر این میزان چقدر هستش. اما به هر حال ما این مشکل رو داریم که کشورهای خاورمیانه، چه ایران و چه کشورهای عربی، در پیشبرد سیاست خارجیشون خیلی نظرات مردمشون رو در حقیقت دخیل نمی کنن. خب چون اسم آقای شریفی رو بردی، اجازه بدید این واکنش آقای شریفی رو هم داشته باشیم، ضمن اینکه در قالب این پرسش آقای شریفی شما بگید، ضمن اینکه پاسخ آقای زیبا کلام رو خواهید داد، بگید که دیدگاه مردم خاورمیانه به واقع نسبت به اسرائیل دچار چه نوسان و تغییراتی بوده، ضمن اینکه به هر حال به نظر میرسه که حزب کادر رهبری حزب الله هم دولت‌های جمهوری اسلامی از جمله بشار اسد رو این روزها به نوعی مضطرب کرده. دامنه این تحولات رو چطور می‌بینید و اون موضوع تغییر دیدگاه مردم رو هم دوست دارم بهش بیشتر بپردازید؟ بله، من با جناب دکتر استاد زیبا کلام موافقم که مثلا حالا توسعه سیاسی و دموکراسی در این کشورها به اون حدی که لازم باشه، یعنی از زمان تأسیس دولت‌های معاصر که
بعد از فروپاشی عثمانی که خیلی دولت‌های سنتی به صورت سنتی به وجود اومدن موافقم، ولی این مسئله مثلا توجیه تشکیل میلیشیا در این کشورها به عنوان گزینه جایگزین دموکراسی رو نمیده، چون به هر حال همین حکومت‌ها که الان به اصطلاح این کشورها وارث شدن بر اثر یک روند تاریخی حالا بعد از سقوط عثمانی و چگونه تشکیل شدن، همین حکومت‌های به اصطلاح ملی در هر حال اینا باید یک روندی را طی کنن که به صورت تدریجی وارد اصلاحات و کم کم دموکراسی بشن. چون جامعه مثلا من اینجا جامعه سعودی را وقتی میرم بین سعودی ها، جامعه خیلی خیلی به سیاست اهمیت نمیده، بیشتر روی کرده مذهبی داره خیلی از مردم و نخبگانی که به سیاست میپردازن اینجا انگوش شمارن، یعنی در سطح بسیار کمن، مثل عبدالرحمن راشد و گروه های سکولاری که در سعودی هستن خیلی کمن و بیشتر مردم دیدگاه سنتی به مسائل دارن و از نگاه دینی و سنتی نگاه میکنن. این مسئله در خیلی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستش، ولی وقتی میریم به شمال آفریقا مثلا در مراکش، من رفتم مراکشی ها فرق میکنن، دموکراسی دارن، آزادی بیان دارن، در رابطه با مسئله فلسطین سمپاد زیادی هست در جهان عرب، من منکر اون نیستم، خیلی از کشورهای عربی حتی اینجا هم هست، ولی یک نظام رسمی در جامعه این کشورها هست که مردمش از طریق اون نظام سیاسی باید مسائلشون رو مطرح کنن، نمیتونن از طریق تشکیلات میلیشیایی یا شبه نظامی مسائل منطقه رو حل کنن. بعد این کشورها میدونید الان یک روی کردی دارن که میتونن از طریق مسائل اقتصادی سیاست‌های نرم فشار بیارن، مثلا سعودی در رابطه با مطرح شدن عادی سازی با اسرائیل از روز اول پیش شرطی گذاشته بود که تشکیل دولت فلسطین شرط عادی سازیه و خیلی از کشورهای عربی همین شرط رو گذاشتن، اینا که به اصطلاح عادی سازی نکرده، حالا مصر عادی سازی کرده، اردن عادی سازی کرده، امارات عادی سازی کرده، بنابراین یک وضعیتی هست در جهان عرب که شاید در تحلیل یک ایرانی که مثلا این جوامع را ندیده باشه خیلی سخت بتونه بافت این جامعه رو بتونه تطبیق بکنه با اون چه ما مثلا در جامعه ایران میبینیم. جامعه ایران دو تا انقلاب داشته، انقلاب مشروطه سلطنتی داشته، انقلاب 57 داشته و این تحولات باعث شد که جامعه ایران یک جامعه متفاوت در خاورمیانه باشه، ولی مسئله این که این جایگزینی دموکراسی و پروسه دموکراسی که معمولاً در این جامعه باید به صورت تدریجی حرکت کنه که ما شاهد فروپاشی یا شاهد اسلامگرایی مثل همون تیر که در ایران به وجود اومد یا در مصر بعد از انقلاب سال 2011 به وجود اومد، این حادثه پیش نیاد، اینا احتیاج دارن که تدریجی به صورت پروسه‌ای به صورت اصلاحات و به این شکل به روی دموکراسی روی بیارن. متاسفانه خب اینجا به این روند ادامه نشده و فرق میکنه، ولی جایگزین اونها نمیتونه چپ نظامیان خب باشه که به اصطلاح دولت مصادره کنن و قرار دولت را بگیرن. خب اشاره خوبی داشتید. اجازه بدید آقای علمساله، من عذرخواهی میکنم خیلی دیر به شما رسیدیم، ما در این لحظه نگاهی داشته باشیم به پیشینه و کارنامه هاشم صفی‌الدین که ساعتی پیش از سوی شورای عالی حزب الله به عنوان دبیرکل حزب الله معرفی شد. او عضو شورای مرکزی حزب الله و پدر همسر زینب سلیمانی، فرزند قاسم سلیمانی است. این گزارش و کوتاه رو ببینیم بعد پرسش رو مطرح می‌کنم. کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله در حملات هوایی در حومه بیروت، هاشم صفی‌الدین، مردی که به طور گسترده به عنوان وارث او شناخته می شود را در کانون توجه قرار داده است. اما هاشم صفی‌الدین کیست؟ صفی‌الدین پسر خاله حسن نصرالله رهبر کشته شده حزب الله است و پس از گذراندن مطالعات دینی در شهر قم، پیوندهای مذهبی و خانوادگی عمیقی با ایران حامی جنبش مسلمانان شیعه دارد.
صفی الدین به عنوان رئیس شورای اجرایی بر امور سیاسی حزب الله نظارت می‌کند. او همچنین در شورای جهاد که عملیات نظامی این گروه را مدیریت می‌کند حضور دارد. اظهارات علنی صفی الدین اغلب منعکس کننده موضع ستیزه‌جویانه حزب الله و همسویی آن با آرمان فلسطینی هاست. پسر او با زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در حمله ایالات متحده در عراق در سال 1399 کشته شد، ازدواج کرده. برخلاف نصرالله که سالها مخفیانه زندگی کرد، صفی الدین در رویدادهای سیاسی و مذهبی اخیر آشکارا ظاهر شده است. این در حالی است که نعیم قاسم، معاون رئیس حزب الله، پس از مرگ نصرالله به طور خودکار رهبری حزب الله را به دست می‌گیرد. مجلس شورا باید برای انتخاب دبیر کل جدید تشکیل جلسه دهد. قابل ذکر است که ایالات متحده صفی الدین که یکی از اعضای شورای قدرتمند تصمیم‌گیری حزب الله است را در سال 2017 در فهرست افراد تروریستی خود قرار داده است. خب آقای ساله، دو پرسش. این که تا چه اندازه صفی الدین میتونه جای حسن نصرالله رو پر بکنه، و ضمن این که من میخوام این پرسش رو هم از شما داشته باشم که شما چه نظری دارید کشورهای عرب و مسلمان چرا تا الان اونطوری که مقام های جمهوری اسلامی انتظار دارن سیاست های حکومت ایران رو دنبال نکردن؟ دموکراسی بودن یا نبودنش مطمئنا تعیین کننده درست و غلط بودن رفتارهای سیاسی حکومت ها نیست. ما در منطقه دیکتاتوری های کمی نداشتیم، اما تا به حال دیده نشده که مانند اسرائیل که مدعی تنها دموکراسی بودن در خاورمیانه هست، متهم به جنایت‌های جنگی باشه، متهم به نسل‌کشی باشه، آپارتاید خونده شده باشه، محکوم شده باشه به اشغال اراضی سه کشور همسایه خودش، فلسطین، سوریه و لبنان، و در نهایت به ترورهای غیرقانونی و دست زدن به اعمال. پس ضرورتاً دموکراتیک بودن منجر به رفتارهای درست نباشه، نمیشه. فراموش نکنید که حماس از طریق دموکراسی به روی کار آمد در انتخاباتی کاملا آزاد در فلسطین. اخوان المسلمین در مصر نیز به طور دموکراتیک به روی کار آمدن. پس آقای هیتلر به طور به اصطلاح دموکراتیک به روی کار آمدن، یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشری. پس اینها ضرورتا تعیین کننده نیست، و مطمئنا نتانیاهو در آینده باید و به کابینه ایشون مطمئنا جوابگو خواهند بود. این مسئله در حال حاضر مسکوت نگه داشته شده، اما به تاریخ باید جوابگو باشند. اما در مورد آقای صفی الدین، ببینید، بدون شک سپاه میتونه به راحتی و به زودی خلأهای موجود رو پر کنه، و در نهایت با در نظر گرفتن اینکه ساختارهای قدرت و ساختارهای تنظیماتی حزب الله دست نخورده هست، میتونن در کوتاه مدت تلاش کنن که حزب الله رو به روی پای خود بیستونن. مطمئنن اینکه تا به حال یا در این چند روز به حملات به حزب الله به اسرائیل پاسده شده، به معنای از بین رفتن زیرساخت‌های تسلیحاتیش نیست. مطمئنن یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان مورد بررسی داره قرار میگیره، مسئله مخابراتی بین فرماندهان در لبنان هست که مطمئنا اسرائیل از طریق تکنولوژی‌های پیشرفته تونسته به اونها دستیابی پیدا کنه، و مطمئنا این امر متوقف شده تا بتونن برای این معضل امنیتی یا تکنولوژی راه حلی یا راه حل‌هایی پیدا کنن. مطمئنا تهران به شدت به دنبال این هست که خلأهای وجود رو پر کنه. ببینید، مطمئنن این راه هم کوتاه مدت نیست، جغرافیای ایزوله نیست. حزب الله دسترسی ایران بهش هست، به طور آزاد از طریق عراق، از طریق سوریه میتونه به حزب الله دست پیدا کنه. حزب الله در جغرافیای جنوب لبنان در جنگل‌ها و کوه‌هایی میتونه نهفته کنه کارهاشو و تسلیحاتش رو که برای اسرائیل امکان دسترسی به اونها وجود نداره. سپاسگزارم. آقای یوسیان، دیدم سر تکون دادید در واکنش به صحبت‌های آقای علمسال. اجازه بدید با توجه به تحولات لبنان، همینک خبری به دستم رسیده که وزیر خارجه فرانسه به رغم ادامه حملات هوایی اسرائیل
به لبنان وارد بیروت شده. آقای ژان میشل بارو اولین دیپلمات بلندپایه خارجی که از زمان شروع حملات اسرائیل به لبنان به بیروت میره. فرانسه هم پیشتر خواهان آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حزب الله شده بود، اما پیش از سفر بارو به لبنان آنتونی بلینکن هم وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با او بر پیدا شدن راه حل دیپلماتیک و آتش‌بس در مرزهای اسرائیل تاکید کرده. میخوام از شما بپرسم یافتن راه حل دیپلماتیک و آتش‌بس در مرزهای اسرائیل با توجه به اقدامات همزمان اسرائیل در لبنان، سوریه، غزه و یمن تا چه اندازه در دسترس هست؟ ضمن اینکه پاسخ شما رو بدونیم به صحبت‌های آقای صالح درباره توانایی عملیاتی حزب الله با توجه به نکاتی که گفتن. قسمت دوم صحبت ایشون درست نیست، به خاطر اینکه چه از نظر زمینی، چه از نظر دریایی و چه از نظر هوایی الان مرزهای کشور لبنان بر روی جمهوری اسلامی ایران بسته شده است. یکی از مواردش هم همون هواپیمای جمهوری اسلامی ایران بود که برگردونده شد به تهران. به خاطر همین هیچ گونه تسلیحاتی یا نیرویی نه داخل و نه خارج می شود. این قسمت اول. قسمت دوم در مورد اون تسلیحات و انبارگیری در کوه ها و غیره، اون هم درست نیست. فقط یک فقره حذف فیزیکی نصرالله، 8 تن بمب ریختن رو مقر ایشون و کن فیکون تمام آبا و اجدادشون. به خاطر همین اون قسمت دوم هم درست نیست. الان که من با شما صحبت میکنم یک اتفاق قول کامل وجود داره بین اسرائیل، آمریکا و فرانسه، و این اتفاق قول در مورد لبنان، نه جنوب لبنان تشیعی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، بلکه در مورد لبنان مسیحی ها که حالا مارونی هستن، سنی ها و دروزی ها. این تفاهم وجود داره که جنوب لبنان برای اسرائیل و اون حالا عملیات قسمت‌های دیگه، به خاطر اینکه لبنان پایبند به بستن مرزهای خودش هست در برابر جمهوری اسلامی، پس هیچ ضربه‌ای بهش وارد نخواهد شد تا جایی که به تعهدش وابسته باشه. این قسمت اول در مورد جواب ایشون. قسمت دوم این که من خودم شخصا به شدت مخالف هر گونه مذاکره و آتش‌بسی در این وهله هستم، به خاطر اینکه اون خلأ نظامی که الان در حزب الله وجود داره با اون شرف اطلاعاتی بسیار گسترده ای که بر علیه حزب الله لبنان وجود داره، با اون بسته شدن مرزها و همچنین دنبال حالا اون مبحث مهمانتون در مورد اون تنفر زیادی که درون لبنان وجود داره از طرف مسیحی ها و مارونی ها و غیره نسبت به تشیع لبنان، بهترین فرصت برای اسرائیل برای انجام حالا بالاترین عملیات‌های نظامی. من خودم حالا تو رادیو تلویزیون و اخبار اسرائیلم موضعم بسیار واضحه، به شدت مخالف هر گونه مباحثه، مذاکره، آتش‌بسی در این وهله هستم. خب آقای زیبا کلام، شما چه فکر می‌کنید چطور میشه در میانه درگیری و تنش در خاورمیانه به دیپلماسی میدان داد و یا انتظار گشایش داشت؟ الان دولت پزشکیان، میخوام به طور مشخص بگیم، با این مواضع متناقض در قبال دوستی و برادری با آمریکا، آیا واقعا استراتژی مشخصی داره؟ ایران، جمهوری اسلامی الان در کجای این موضوع و استراتژی ایستاده؟ ببینید، من نمیخوام بگم که جامعه ایران همانند اسرائیل هستش. من خودم گفتم دموکراسی که در اسرائیل و در ترکیه هستش اساساً قابل قیاس با هیچ یک از کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیست. اما اینم یه واقعیتی هست که همونطور که در ایران ما عرض کردم خدمتتون شاهد تفکرات رادیکال بند انقلابی هستیم، جریانات معتدل هم وجود داره. مسئله اساسی این هستش که من قبول دارم که شکست سنگینی متوجه حزب الله شده، متوجه حماس شده،
و چون ایران از اینها حمایت میکنه متوجه جمهوری اسلامی ایران شده و متقابلا پیروزی بسیار چشمگیری رو اسرائیل به دست آورده. من اینو قبول دارم و به خودی نمیخوایم بحث بکنیم بگیم غیر از این چیز دیگری میتونه باشه اینا. نه، واقعا اسرائیلیا پیروزی بزرگی به دست آوردن. منتها سوال اساسی این هستش که حدود 50 سال قبل، 60 سال قبل اسرائیلیا در یک جنگ 5 روزه در سال 1967 پیروزی بزرگتری رو به دست آوردن، یعنی مصر و اسرائیل و اردن رو در حقیقت ظرف 5 روز ارتش‌هاشون رو عملاً درب و داغون کردن. منتها سوال اساسی این هستش که آیا اون پیروزی خیره کننده سال 1967 آیا تونست صلح و ثبات و پایداری برای اسرائیل به وجود بیاره؟ پاسخش این هستش که خیر. یقیناً اسرائیلیا عرض کردم پیروزی‌های چشمگیری به دست آوردن، اما سوال این هستش که خب چی میشه؟ آیا این پیروزی ها باعث میشه که اسرائیل دیگه مشکلی به نام عرب نداشته باشه، اسرائیل دیگه مشکلی به نام فلسطینی‌ها نداشته باشه؟ اصلا و ابدا. یک پسری که الان 13 سالشه، 14 سالشه، در نوار غزه هستش، این 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه این میپیونده به مبارزین. یه شیعه حزب‌اللهی در لبنان که 13 سالش هست، 14 سالش هست، این چند سال دیگه میپیونده، این میشه نصرالله. چرا؟ برای اینکه مسئله اساسی که به وجود آمدن کشور فلسطینی هست 76 سال هستش که بهش توجهی نشده و اسرائیلیا به خصوص جریانات تندروشون امیدوار بودن که نهایتاً مسئله به وجود آمدن کشور فلسطینی بره پروندهش به بایگانی، به خصوص آقای نتانیاهو و تندروها و مذهبیون یه همچین نگاهی دارن که به مرور زمان مسئله فلسطین کلم یکون خواهد. آقای زیبا کلان، اما نشده، 76 ساله که نشده، این اتفاق نیفتاده. خب با توجه به اجازه بدید آیوسیان، با توجه به ضرباتی که الان حزب الله لبنان متحمل شده، آیا این احتمال رو میدید که در نهایت این گروه شبه نظامی بخواد اسلحه رو زمین بذاره و از طریق سیاسی بخواد فعالیت بکنه، اون چیزی که از حماس هم انتظار میره؟ آیه زیبا کلام، خیلی کوتاه. بله ببینید، این احتمال هست، این احتمال هستش، کاملا شما درست می‌فهمید. این احتمال هستش که ممکنه عده‌ای در لبنان، عده‌ای در میان فلسطینی‌ها، جهاد اسلامی، حماس، بگن آقا جون با اسلحه ما نمیتونیم کشور مستقل فلسطینی رو به وجود بیاریم، شروع کنیم به مذاکره، شروع کنیم به مصالحه. منتها سوال اساسی این هستش که اگر تندروهای اسرائیلی پاسخ مناسب ندن، ما باز برمیگردیم به همون نقطه اول، برمیگردیم به 7 اکتبر مجددن. 7 اکتبر چرا به وجود آمد؟ 7 اکتبر به این دلیل به وجود آمد، که تندروهای اسرائیلی راه هر گونه مصالحه، امید هر گونه به وجود آمدن کشور فلسطینی رو از بین برده بودن. بنابراین رفتن به دنبال خشونت، رفتن به دنبال اون کارهایی که در 7 اکتبر کردن. و من معتقدم ما یه راه حل بیشتر نداریم، اونم به وجود آمدن اونم راه حل 2 کشور هستش. خب آقای یوسیان، چشمانداز راه حل 2 کشوری، ضمن اینکه آمریکا هم تاکید میکنه بر اون ایجاد یا پیگیری راه حل 2 کشوری، شما ارزیابیتون چه است الان در جامعه اسرائیل با توجه به پیروزی های پی در پی ارتش اسرائیل در حزب سران حزب الله؟ به ما بگید که تا چند اندازه جامعه اسرائیل الان نظرش حتی راجع به آینده سیاسی نتانیاهو تغییر کرده؟ کوتاه لطفا. بحث بر سر اصلا جامعه اسرائیل نیست،
بحث بر سر اینه که در طول تاریخ کشور اسرائیل 7 مرتبه از طرف 7 نخست وزیر اسرائیل 7 پیشنهاد در جهت تشکیل دولت فلسطین گذاشته شده روی میز که هر 7 نظر 7 پیشنهاد حالا فلسطینی ها رد کردن. فقط فقره آخرش پیشنهاد آقای اولمرت بود که من به این پیشنهاد دقیقا شرف کامل دارم و واقف هستم. 100% تقاضاهای فلسطینی را حتی تقسیم کردن اورشلیم را هم آقای اولمرت قبول کردن. اما مهم اینه که حماس حاضر به قبول کشور اسرائیل موجود قبول کردن موجودیت کشور اسرائیل نیست. به خاطر همین 7 مرتبه و 7 پیشنهاد را که فلسطینی ها رد کردن. این قسمت اول. قسمت دومی که اصلا از طرف اسرائیلی ها هم در این وهله هیچ اتفاق قولی در مورد بحث تشکیل کشور فلسطین مخصوصا بعد از 7/10 وجود ندارد. الان چپگراترین ها هم در حوزه پارلمان اسرائیل جرأت اینا ندارن الان که بگن 2 کشور کشور فلسطین. پس اصلا این بحث هم وجود نداره. قسمت سوم اینه که یه بحثی آقای زیبا کلام گفتن که در تمام این جنگ های قبلا اسرائیل پیروز شد، چه فایده ای داشت؟ فایدهش این بود که 1 کشور اسرائیل تشکیل شد، 2 مصر و اردن پای میز مذاکره آمدن، صلح کردند و رفتن. بدون جنگ و بدون پیروزی کشور اسرائیل مصر و اردن پیمان صلحی امضا نمی کردن. به خاطر همین پیروز شدن در این جنگ ها شرط اول هست برای تثبیت امنیت. اگر اسرائیل در 1 جنگ پیروز نمی شد موجودیتش به باد می رفت. پس به خاطر همین پیمان صلحی نیست که برای مصر و اردن وجود دارد. خیلی زبان عامیانه، مصر و اردن عاشق چشم و ابروی اسرائیل نبودن که پیمان صلح کردن. به خاطر اینکه پیروز شدیم پیمان صلح کردن. الان هم همینه در مقابل غزه و در مقابل حزب الله لبنان. نه الان، بلکه باید تمام و کمال اسرائیل پیروز شود. یعنی اینکه اتفاق قولی وجود داشته باشد که اگر از 4 مهمان شما در این برنامه در 6 ماه آینده بپرسند چه کسی پیروز شد، هیچ شک و تردیدی در جواب وجود نداشته باشد. اون وقت است که 100% حالا میشه گفت امنیت بیشتری برای اسرائیل خواهد بود. خب آقای علمساله، گفتن که حماس راضی نیست به تشکیل کشور اسرائیل، از اون طرف هم که جمهوری اسلامی به نابودی اسرائیل به قولی تاکید داره. این سیاست به قولی چه بازنده و برنده‌ای داره؟ مردم ایران در این لحظه با توجه به این سیاست‌ها چه هزینه‌ای رو به واقع پرداخت کردن و تا کجا به هر حال حکومت ایران میتونه بر این سیاست و استراتژی خودش پافشاری کنه؟ اینجا 2 تا مقالطه بزرگ داره انجام میشه. اول اینکه حماس فلسطین نیست و فلسطین هم فقط حماس نیست. حماس در سال 2017 مرزهای رسمی سازمان ملل 1967 رو به رسمیت شمرد. گروه فتح در رام الله که از زمان به سال از دهه 90 در پس از موافقتنامه های اسلو و مادرید به رسمیت شناخته اسرائیل رو، و این اسرائیل که به هیچ وجه و هیچ وقت و هیچ جا به رسمیت نشناخته فلسطین. ما در حال حاضر 149 کشور دنیا رو داریم که به رسمیت میشناسن فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل. حتی آمریکا تنها کشوری که رد میکنه و به رسما داره آمریکا. آقای صالح اجازه بدید این اطلاعات رو ندید لطفا. اجازه بدید آقای علمساله، نه تا جایی که من سراغ دارم به هیچ عنوان آمریکا میشنوید که داره میگه که نمایندگان کشور مستقل فلسطینی رو تا الان مورد تایید قرار نداده. خواهش میکنم اطلاعات غلط ندید آقای صالح. ایشون داره میگه که نمایندگان چپ و کنیسه یا پارلمان اسرائیل جرأت نمیکنن راه حل 2 دولتی رو بگن. شما دیگه اون راست افراطیشون رو شما دیگه میتونید خودتون تخیل کنید. مشکل اسرائیل اینه که با تکیه بر قدرت و با بمباران و نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی تلاش میکنه که به سیاست‌های خود برسه. ای کاش میتونست. آمریکا 20 سال در افغانستان نتونست به این اهدافش برسه. آمریکا و عربستان در
یمن نتونستن با بمباران به نتایجی برسن، در عراق نتونستن، در سوریه نتونستن، در ویتنام نتونستن، در آمریکای جنوبی نتونستن. تو موضوع خاورمیانه اجازه بدید که ما محدود باشیم، خواهش میکنم. بمباران ضرورتا نتیجه نمیده. خب آقای شریفی، صحبت شما رو بشنویم. گفتن که حماس فلسطین نیست، نظر شما رو بدونیم، در نهایت ببینیم که اتحادیه عرب چه انتظاری داره از تحولات با توجه به نکاتی که گفته شد. کمتر از یه دقیقه لطفا. بله بله، ببینین، جهان عرب کلن از عربستان سعودی گرفته تا مصر و همه کشور عربی راه حل دو کشوری را مطرح میکنن. اون به اصطلاح ابتکار عمل ملک عبدالله که معروف به الارض مقابل السلام، نیما با اسرائیل صلح میکنیم در مقابل اینکه اسرائیل عقب نشینی کنه است که از سرزمین هایی که از طریق سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغال شده حساب میشه. ولی مشکل این که ما اگر بگوییم مسئله رادیکالی اسرائیل فقط مقصر بوده توی عدم به اصطلاح موفقیت پروسه صلح، خب اسرائیل همیشه متوسل میشد به این بهانه که ما بالاخره باقی باید مذاکره کنیم. حماس که اینجا داره با ما می‌جنگه و فتح میگه ما خواهان صلح هستیم. همین دو دستگی فلسطینی‌ها خودش هم یکی از عواملی بود که نتونسته به اصطلاح اون گفتمان معتدل جامعه عرب و فلسطینی را در سطح بین المللی مطرح کنه. یعنی دو دستگی فلسطینی‌ها هم یکی از عواملی بود که این پروسه رو به عقب نشوند. ولی الان یک ائتلاف بین المللی به وجود اومده که رئیس اتحادیه اروپا آقای جوزپ اون را هدایت میکنه. کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، اکثر این کشورها راه حل تشکیل دو کشوری را به عنوان بهترین گزینه برای اینکه اسرائیلی‌ها بتونن در کنار عرب‌ها مثل همه چند هزار سال تاریخی که با هم داشتن قبل از تشکیل اسرائیل میتونن با هم در کنار هم باشن. بالاخره این دو ملت باید با هم به صلح برسن به نظر من، چون یک پشتوانه تاریخی بسیار طولانی از میان این دو ملت در خاورمیانه هست. شما یهودی‌ها رو همه جا میبینید، یعنی در یمن میبینید، در مغرب میبینید. بالاخره بدید نظر آقای زیبا کلام در دقایق آخر برنامه داشته باشیم. جمهوری اسلامی چه روی کردی به راه حل دو کشوری داره و سیاست‌هاش تا چند اندازه دچار چالش خواهد شد با این روی کرد؟ خیلی کوتاه. من تصور میکنم که در جمهوری اسلامی هم واقعیت غلبه پیدا کرده و جمهوری اسلامی هم از شعار نابودی اسرائیل تغییر موضع داده و آمده به سمت پذیرش دو کشور. سپاسگزارم. به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون از صادق زیبا کلام، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهروز یوسیان.